تو این قسمت میخوایم در رابطه دو تا کاربرد مهم تابل لوگاریتم هم صحبت بکنیم. یک، محاسبه شدت زلزله و دو، محاسبه شدت صوت. تو هر قسمت مفاهیم رو جا میندازیم، تعریف های خط به خط کتاب درسی رو براتون آوردم و نکات تستی و تست های کنکور رو با هم بررسی میکنیم. بریم سراغ اسلاید. شدت زلزله. قبل از اینکه بریم شدت زلزله با هم بررسی کنیم، یه مقدمه راجع به ادامه کارمون بهت بگم و این هستش که دو تا قسمت رو قرار با هم کار بکنیم، شدت زلزله، شدت صوت، و تو هر قسمت هم به تفصیل با هم صحبت خواهیم کرد. یک، محاسبه شدت زلزله. اسلاید رو نگاه بکنم تا من یه جزئی توضیح کامل راجع به زلزله بدم و بعد وارد فرمول ها بشیم. زمانی زلزله به وقوع میپیوندد که انرژی از زمین آزاد شود. اگر انرژی آزاد شده توسط زلزله حد اکثر 10^4.4 باشد، آن زلزله قابل احساس نیست. ولی اگر انرژی آزاد شده بیشتر از این مقدار باشد، معمولا آن زلزله قابل احساس است. خب بچه خوب به من دقت بکنید، هر زلزله که اتفاق میفته یه قدرتی داره. قدرت زلزله اصولا با ریشتر بیان میکنن. هر زلزله که اتفاق میفته یک انرژی آزاد میکنه. انرژی رو معمولا با جول بیان میکنن. یکی از کلیدهایی که من بچه ها میگم در زدن تست ها کمک میکنه که اشتباه نکنی همین واژه جول و واژه ریشتر هستش که جلوتر حسابی راجعش صحبت میکنم. اولا میایم چیزایی که با هم کار میکنیم و بررسی بکنیم. آقا من گفتم اگر انرژی آزاد شده توسط یه زلزله کمتر از 10^4.4 باشه، این زلزله قابل حس و قابل لمس برای انسان نیست. پس کمترین مقدار انرژی آزاد شده توسط یه زلزله که انسان میتونه اونو درک بکنه، انسان میتونه اونو حس بکنه، 10^4.4 این میشه مینیموم انرژی. اگه بیشتر از این مقدار باشه، بیشتر از 10^4.4 باشه، دیگه انسان میتونه کامل اینو لمس بکنه و زلزله های هم که اتفاق میفته قطعا بیشتر از این مقدار انرژی آزاد میکنن که قابل رؤیت هستن. بریم سراغ بحث اون، ادامه کار رو با هم پیش ببریم. نکته: بین شدت یا قدرت زلزله بر حسب ریشتر و میزان انرژی آزاد شده بر حسب ژول رابطه زیر برقرار است. خب بچه ها تو تستایی که میخوایم با هم کار بکنیم دو تا عامل وجود داره، یه دونه قدرت یا شدت زلزله بر حسب ریشتره، یه دونم انرژی آزاد شده بر حسب ژوله. یا اینو میده اینو از ما میخواد، یا اینو میده این یکی رو از ما میخواد. رابطه ای که بین این دوتا هستش رو نگاه بکنیم. M مساویه با 2/3 ضرب در log e^0. بچه ها مبنای لوگاریت وقتی نوشته نمیشه یعنی 10 هستش. ای به ای صفر هم عبارت جلوی لوگاریتم هستش. حالا بیام تک تک اینها رو معرفی بکنیم. ای میشه انرژی آزاد شده بر حسب جول. اگر تو تستی به تو گفت انقدر جول، یعنی ای رو به تو داده. ای صفر، هر حروفی که پایین صفر قرار بگیره یه مقدار ثابتی و همیشه مقدارش ثابته. ای صفر بچه ها میشه 10^4.4 همیشه، و بهش میگیم کمترین انرژی آزاد شده یک زلزله که برای انسان قابل لمس باشه، همیشه مقدار ثابتی هستش. و ام هم میشه قدرت زلزله یا شدت زلزله که تو تستا بر حسب ریشتر به ما بیان میشه. پس یک بار بحث رو جمع‌بندی بکنم، ما دو تا عامل داریم، یه دونه ام یه دونه ای. ام هست شدت یا قدرت زلزله بر حسب ریشتر، ای هستش انرژی آزاد شده توسط زلزله بر حسب ژول، ریشتر ژول. ام مساویه با 2/3 ضرب در log e^0 در مبنای 10. ام مساویه با، تو ذهنت مرور بکن، 2/3 ضرب در log e^0 در مبنای 10. بین این دوتا بازی میکنه بچه ها، یا اینو میده اونو میخواد، یا اون یکی رو میده این یکی رو میخواد. هر کدوم هم که گفتیم جول باشه میشه ای، هر کدوم ریشتر باشه میشه ام. مقدار ای صفر هم همیشه هست 10^4.4. حالا یه نکته دیگر با هم بررسی بکنیم. چند تا تذکر و یاداوری از این فرمول که من برات آوردم میخوام اینجا بهت بگم. اولا مبنا وقتی نوشته نمیشه یعنی 10. ثانیاً با افزایش، این جمله خط به خط کتاب درسی که من دیدم تو بعضی از کنکورهای آزمایشی مورد سوال واقع شده و میخوام اینو کامل بلد باشی، با افزایش هر واحد ریشتر، یعنی اگه زلزلت 5 ریشتر باشه یا زلزلت 6 ریشتر باشه یا 7 ریشتر باشه، هر چقدر ریشتر یه واحد یه واحد بره بالا،
قدرت تخریب زلزله 10 برابر میشه. قدرت تخریب زلزله 10 برابر میشه. اگه زلزله داشته باشم 5 ریشتر باشه، ریشتر بشه 6 ریشتر، 10 برابر قدرت تخریب بیشتر میشه. مثال عددی هم بذارم که کامل واضح بشه. زلزله با قدرت 6 ریشتر 10 برابر شدیدتر از زلزله با قدرت 5 ریشتره. 100 برابر شدیدتر از زلزله با قدرت 4 ریشتره. پس با افزایش 1 ریشتر قدرت تخریب 10 برابر میشه. فرمول اصلیمونم که اون هستش. بریم برای اینکه ادامه کار رو انجام بدیم چند تا تمرین و مثال کار بکنیم، از آسون به سخت و بعد هم تستای کنکور رو کار بکنیم. یه جنبندی فوق العاده برات آوردم. یه مقدار تو این قسمت بچا یه نکته هم بگم بعد بریم سراغ حل مثاله بود. تو این قسمت حجم عملیات بالاست. من چند تای اول رو سعی کردم واو به واوش رو بنویسم چون جزوه است و بحث آموزشی داره، ولی تو باید تو خونه تست هایی که انجام دی خیلی از این چیزهایی که من اینجا آوردم و توضیح میدم و تو ذهنت انجام بدی. یعنی باید قدرت سرعت عملت رو ببری بالاتر. نگاه بکن مثال اول رو. اگر مقدار انرژی آزاد شده توسط زلزله 10^16.4 جول باشد، قدرت این زلزله را بر حسب ریشتر حساب کنید. خب بیایم اینجا بچه ها یه بار باز بیایم تجزیه و تحلیل بکنیم. چیا رو به من داده؟ گفته مقدار انرژی آزاد شده 10^16.4 جوله. پس ای رو به من داده. هر جا جول دادن میشه ای. ای رو به من داده. قدرت این زلزله رو میخواد. ریشتر رو از من میخواد. بر حسب ریشتر. پس ای رو داده 10^16.4. ای صفر هم که خودم میدونم 10^4.4 و ام رو از من میخواد، ریشتر رو از من میخواد. فرمولش بود بچه ها ام مساویه با 2/3 ضرب در لوگ ای به ای صفر در مبنای 10. لوگ ای به ای صفر در مبنای 10 میام جایگزین میکنم. ام مساویه با 2/3. بچه ها تمام خواصی که تو لوگاریتم یاد گرفتی باید استفاده بکنیم. 2/3 ضرب در لوگ به جای ای بذارم 10^16.4 تقسیم بر ای صفر هست 10^4.4. پایه ها برابره. توی تقسیم اعداد تواندار زمانی که پایه ها برابر بود توان ها از هم کم میشد. 2/3 که نوشته میشه لوگ 10 با هم برابره، توان ها رو از هم کم میکنم. یه 10 نوشتم تقسیم اعداد تواندار پایه ها برابر 16.4 منهای 4.4 که میشه چقدر؟ 12. 16^4 منهای 4^4 میشه 12. 2/3 ضرب در لوگ 10^12. حالا سادهش میکنم. این توان 12 میاد پشت به عنوان ضریب، پس میشه 2/3 ضرب در 12 لوگ 10. لوگ 10 مبنا 10 هستش، عبارت جالبتم 10 هستش میشه 1، پس فقط میشه 2/3 ضرب در 12 که حاصل میشه 8 ریشته و مقدار ام رو تونستم به دست بیارم. حالا تو مثال بعدی و تمرین بعدی یه مقدار حجم عملیات رو بردم بالاتر و یه نکته واسش قرار دادم. نگاه بکنیم. اگر مقدار انرژی آزاد شده توسط زلزله 2^10^13.4 جول باشد، قدرت این زلزله بر حسب ریشتر حساب کنید. خب بچه خوب با من همراه باشید. بیایم ببینیم چیا رو به ما داده. میگه مقدار انرژی آزاد شده توسط یه زلزله انقده. پس ای رو به من داده. ریشتر میخواد. ام رو از من میخواد. لوگ 2 هم گفته 0.3. اگر نیاز شد بذار 0.3. ای صفر هم که خودم میدونم میشه 10^4.4. بیایم اول داده ها رو بنویسیم اینجا مرتب. حالا رابطه‌ای که داشتیم ام مساویه با 2/3 ضرب در لوگ ای به ای صفر در مبنای 10 هستش. بیام جایگزین بکنم. 2/3 لوگ به جای ای باید بذارم 2^10^13.4. ای صفر هم که هستش 10^4.4. حاصل این کسر رو باید به دست بیارم. این دوه رو نگر میدارم. 10 پایه ها برابر توان ها از هم کم میشن. پس این 2/3 لوگ 2 رو نگه داشتم، یه 10 هم نوشتم 13^4 منهای 4^4 که حاصل میشه 9. پس میشه 2/3 ضرب در لوگ 2 ضرب در 10^9. این 2/3 رو که نگه میدارم، حالا با اینا بازی میکنم. بچه ها لوگ 2 رو که مقدارش رو دارم، 9 توان هستش میره پشت به عنوان ضریب، پس میشه 2/3 لوگ 2 9 لوگ 10
آوردم پشت به عنوان ضریب، به جای لوگ دو مقدار قرار دادم 3/10. خود صورت تست به من گفته بود لوگ 10/10 میشه 1، یه 9 هم داره پس میشه 9. 2/3 ضرب در 3/10 به علاوه 9، 3/10 به علاوه 9 بچه ها حاصل میشه 9/3 ضرب در 2/3 حاصل میشه 6.2 ریشتر. یه مقدار حجم عملیات و ضرب و تقسیم کردن این قسمت سخته که باید خودتو آپدیت کنی، خودتو وقف بدی با این، و اونم فقط با زدن تست ها اوکی میشه. بریم سراغ تست بعدی. اگر مقدار انرژی آزاد شده توسط زلزله 2/10 به توان 13.4 جول باشد، قدرت این زلزله را بر حسب ریشتر حساب کنید. خب بچه ها بیایم رو صورت مثال کار بکنیم. به من زلزله انرژیش رو به من داده، جول به من داده، پس ای رو به من داده، ریشتر میخواد، ام رو از من میخواد و گفته به جای لوگ 2 هم 3/10 قرار بده. رابطه ای که بین ام و ای بود این بودش که ام مساویه با 2/3 ضرب در لوگ ای به ای 0 در مبنای 10. میام جایگزین میکنم. این چیزهایی رو که به من داده همیشه تو صوت و توی زلزله چیزهایی رو که به داده رو بنویس. رابطه رو بنویس 2/3 لوگ ای به ای 0، به جای ای باید بذارم 2/10 به توان 13.4، به جای ای 0 مقدارش و ساده بکنم 2/3 لوگ 2/10 این. این بچه باز حاصل این کسره رو حساب میکنم. این دوه که باشه، 2/3 که آوردم، این دوه رو هم بذارم 10/10 پایه ها برابر در تقسیم اعداد تواندار، توان ها از هم کم میشه. 2/3 لوگ 2/10 به توان تفاضل اینا 13.4 منهای 4 و 4 میشه 9. پس رسیدم به این 2/3 2/10 به توان 9. بچه خوب اینجا رو به من دقت بکنید. 2/3 ضرب در لوگ 2/10 به توان 9. 2/10 به توان 9 بینش ضربه، من تبدیلش میکنم به جمع. یک بار دیگه، این 2 و 10 به توان 9 معذرت میخوام، 2 و 10 به توان 9 بینش ضربه، من تبدیلش کردم به جمع، یعنی نوشتم لوگ 2 به علاوه لوگ 10 به توان 9، تبدیل ضرب به جمع. حالا بچه های نوهه داره مشکل ایجاد میکنه، توانه میبرم پشت به عنوان ضریب 2/3 لوگ 2 به اضافه 9 تا لوگ 10. حالا از طرفی لوگ 2 رو به من گفته بذار 3/10 به علاوه لوگ 10، 10 میشه 1 ضرب در 9 میشه 9، پس میشه 2/3 ضرب در 3/10 به علاوه 9، یکی هم 9 تا 9 به علاوه 3/10 میشه 9/3، باید ضرب در 2/3 کنم 2/3 ضرب در 9/3 که حاصل میشه 6.2 ریشتر.